سلام، این هفته در آفساید میبریم انتخابات قلابی نظام رو، منتها از یک زاویه دیگه، نه از اون زاویه که کی کاندید شده، این چی میگه، مناظره چی شد و این حرفا، نه، از زاویه اون پدیده‌ای که سالهاست این نمایش رو تحریم کرده ولی بیشتر از همیشه اسمش داره مطرح میشه. از روزی که کاندیداتوری رئیسی فتح شد با اون عناوینی که همراهش اومد مثل آبرام دراکولا و آیت الله قتل عام، دیگه نه فقط در رسانه‌های بیگانه غربی استکباری ضد انقلاب، بلکه در درون خود دانشگاه‌های کشور هم موضوع قتل عام 67 به نوعی به رئیسی کلیپس شد، طوری که هر جایی که خودش یا طرفداراش می‌رفتند پرونده 67 هم جلوشون باز می‌شد. نمونه دیگه در دانشگاه تبریز بود که اونجا هم یکی از به قول خودش تئوریسین‌های نظام، یعنی حسن عباسی، رفته بود سخنرانی که با این حرف‌ها مواجه شد. با بی‌شرمی و بی‌حیایی و با جنس طلبکاری در چشم ملت نگاه می‌کنید و با انگشت اشاره به رئیسی نشان می‌دهید و شعار سر می‌دهید بوی رجایی بر بود بوی بهشتی آمد. حسن عباسی، همانا تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و خونریز است. آری، تئوری شما، گفتمان شما، دفاع از قتل عام‌های فجیع، غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی سال 67 است. بله، وقتی اینجا پشت یک تریبون اصلی و جلوی خود طرف این حرفا رو میزنن، دیگه میشه حدس زد که اون پایین تو کف خیابون، توی اتوبوس، توی خونه و اداره و مدرسه چقدر این بحث ها شده که اینجوری کسی میتونه بیاد علناً این حرفا رو بگه. ما خیانت ها و جنایت های شما را نمیبخشیم و نفراموش میکنیم و داغ بنادران سرزمین ما را مرتبه شما خواهند گرفت. سلام. حالا عباسی که با یک لبخند مضحک این صحنه رو نظاره میکنه و خیلی هم تلاش میکنه که به اصطلاح همه رو ساکت کنه، ببینید که چطور میخواد به این حرفا جواب بده. قانون از سال 67 میگن، سال 67 سازمان منافقی افتاد پیشمرد ایالات، پیشمرد رژیم صدام شد، حمله کرد به کشور ما، هر ایرانی که اسلحه دست بگیره پیشمرد دشمن این ملت بشه بیاد جلو، بدتر از سال 67 خوش برخورد میکنید. منافقین هم تروریست باشن، هرچی همه ملت را از سفه دست بگیرن باید اعدام بشه. خلاصه وایستا، این تصویر خیلی آشنا به نظر میاد، اینو کجا دیدم؟ نه، این نبود، این که اصلا جهتش فرق داره، اینم نبود، نه، شبیه ها، حالتش همونه ولی آها، این اساسا لحن صحبتش هم به نظر میرسه که خیلی اقتباسی باشه از همین کاراکتر هیتلر. معلوم نیست چقدر این صحبت‌های هیتلر رو روزانه گوش میکنه که اینقدر شبیهش تقلید میکنه. این دستی که از مرد شل میکنه اینجوری. حتی حالتهای اون جمعیت ساندیسخور هم خیلی شبیه شنوندگان حرفهای هیتلر به نظر میرسه. هر ایرانی که اسلحه دست بگیره پیشمرد دشمن این ملت بشه بیاد جلو، بدتر از سال 67 خوش برخورد میکنید. به نظر میاد که این عباسی یه 70 سال دیر به دنیا اومده، وگرنه الان توی دم و دستگاه نازیا پست خوبی گیرش میومد. ولی حالا تازه این عباسی فاشیست دوست کسیه که خودش رو تئوریسین نظام میدونه در حد کیسینجر. تو سواد و اینا اصلا کسی رو کنار خودش قبول نداره.
نیویورک تایمز، نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اون بر دنیا درس بدن. فعلا که تو آدمای زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. حالا همین آقای دکترینریان وقتی که به موضوع مجاهدین میرسه، سوادش پیش یک بچه دبستانی هم بکسوات میکنه. امروز نیت دشمن اینه که هر کس 30 سال پیش با منافقین، با کسانی که امروز شما جنایت و خیانتشون ببینید، هنوز اینا توی مقر لیبرتی در کنار بغداد لونه دارن، اینا ارتباطشون با رژیم صهیونیستی پابرجاست. امروز باید کسانی که اون روز روبروی اینا ایستادن در ارتش و سپاه باید مؤاخذه بشن. میگه هنوز در مقر لیبرتی کنار بغداد حضور دارن. فکر نکنید که این فیلم مال گذشته های دوره ها، مال همین فروردین امساله. حالا مجاهدین کی لیبرتی رو ترک کردن؟ شهریور 95 آخرین گروهشون لیبرتی رو ترک کرد. حتی وزیر خارجه وقت آمریکا اومد توی کنفرانس مطبوعاتی موضوع رو علنا اعلام کرد. Of last week, the last 280 members of the exiled Iranian opposition group, the Mujahideen-e-Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq. این از اطلاعات بروز آقای کیسینجر اسلام. حالا بریم سراغ ریاضیاتش که دیگه اونجا شلنگ تخته میندازه. بعد بلند شده ضد انقلاب اعلام کرده 30,000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. 30,000 نفر کل منافقین تو عملیات 5,000 نفر بودن. نصفشون هم که تو عملیات کشته شدن. چجوری 30,000 نفرن؟ به نظر میرسه منطق 2-2 تا 5-تا تنها منطق ریاضیه که اینا بلدن. میگه 5,000 تا اومدن که نصفشون هم کشته شدن، پس چجوری 30,000 نفر بودن؟ آقا چه ربطی داره؟ اولا نصف نه و فقط 1,300 نفر شهید شدن. دوما اونایی که از مرز اومده بودن که برگشتن عراق، اون 30,000 تا 30,000 زندانی سیاسی بودن که از قبل توی زندان بودن. آقای دکترینریان چی رو کتمان میخوای بکنی؟ شما باشی به جای سازمان اطلاعاتی کشور، وقتی ببینی که یه منافقی اطلاعات پرونده هسته ما رو داد، میدونی پرونده هسته رو سازمان منافقین داد دیگه، چه کارش میکنی؟ ممانی جاسوسه که آبروی کشور رو برد. البته اینجا عباسی قاطی کرده و از اونجایی که دروغو کم حافظه است فراموش میکنه که اولین افشاگری اتمی مجاهدین در سال 1381 صورت گرفت، یعنی 14 سال بعد از قتل عام 67، و طبعا هیچ کدوم از اون زندانیان سیاسی نمیتونستن نقشی در این افشاگری داشته باشن. چیزی که روشنه اینه که در حال حاضر وسط این نمایش انتخابات مجاهدین یه طوری مطرح شدن که نمیذارن نمایش کاندیداها اونطور که میخوان پیش بره، چون علاوه بر رئیسی، پور محمدی وزیر دادگستری روحانی هم خودش در جریان قتل عام 67 توی همون کمیسیون مرگ کنار رئیسی مینشسته و نقشش کمتر از رئیسی نبوده. بنابراین از اونجایی که از این شوهای داخلی و خارجی جواب نگرفتن، به صنعت تولید کلیپ های تبلیغاتی روی آوردند تا یه جوری اون جنایت رو مشروع جلوه بدن. جالب بود، مشخص بود اصلا. مثلا توی این کلیپ یک عکس مبهم و جعلی رو به ملت نشون میدن، بعد میگن بگید که این مال کدوم کشوره. به نظر شما این جنایت در کدام کشور انجام شده است؟ سوریه، عراق، کامبوج، ایران، ویتنام، عراق. من گزینه 5 باشه ویتنام. کامبوج نمیدونم چیه، فکر کنم اونه. بعد یه سوال میپرسه، اگر شما شخصا میتوانستید با عاملان این جنایت برخورد کنید چه میکردید؟ قطعا مقابله به مثل میکردم، منم مثل خودش برخورد میکردم. قطعا ترجمه دادم اعدامش میکنم. جواهش پشت اینه؟ ایران، این ترور توسط مجاهدین خلق انجام شده و تعدادی از مردم در این ترور کشته شدن. خب تو اگه میخوای بگی که حکم اعدام خوبه، چرا رفتی توی خیابون دنبال قاضی جنایتکار میگردی؟ مگه خودتون کم دارین؟
اگر با دفاع از اعدام میشه رأی جمع کرد، خب چرا خود رئیسی رو نمیاری جلوی دوربین از حکم امامش دفاع کنه، قشنگ خاطرات کمیسیون مرگ رو تعریف کنه، جوانان رو روشن کنه؟ پس چرا وقتی رئیسی رو میاری فقط درباره آشپزی زنش صحبت میکنه؟ اما حالا اگه وقتی من رفتم دیدم ایشون خونه نیست، من ناراحت نمیشم. اگه دیدم که اون شب غذا نیست، اصلا ناراحت نمیشم. دست به آشپزی ها جوا یعنی؟ نه، کنار میاییم. ما با یه غذای ساده و اینها قضیه رو هموار میکنیم، خیلی کار پیچیده نشه. نه، من الان غذای اینا درست نمیکردم راستش. شام میومدم حتما با یه شام ساده مثلا شیری، کیکی، نمیدونم یا یک غذای حاضری و این شب رو میگذروندیم، هیچ مشکلی هم نبود. البته نه که هر شب این خبر باشه، ولی گاهی که اتفاق میافتاد یا از این قبیل، نه مقید نبودم حتما یه غذای اینطوری باشه. همونطور که ملاحظه میکنید، خودشون مجبور شدن که این موضوع رو هرچه بیشتر مطرح بکنند، به هر شیوهی که میتونن، با سرهمبندی دروغ، حتی با مونتاژ عکس. مثلا شاید خودتون شنیده باشید بعد از ترور وحشیانه سعید کریمیان در استانبول، یک دفعه تمام سایت های نشاندار حکومت شروع به منتشر کردن این عکس کردن تا ثابت کنن که سعید کریمیان هم با مجاهدین دیدار داشته، پس این هم قتلش به مجاهدین ربط داره و نمیدونم شاید اصلا کار خود مجاهدین باشه. و بعد با چی؟ با یک عکس فتوشاپ شده، یک کار به شدت آماتوری که هر کس یه زنگ فتوشاپ هم خونده باشه میتونه بره یه سر رو از یه جا برداره بذاره رو سر یکی دیگه. آخه این شد سند؟ آخه این جلوش تابلو زده ژرار دپره، بعد آرم جلسه سنای بلژیک روشه، بعد سعید کریمیان چه ربطی به سناتورهای بلژیکی داره؟ و از همه مهمتر، حالا که فضاحتش در اومده، عقل نکرده که حداقل از روی سایتاشون عکس رو بردارن. هنوزم بری توی خبرگزاری فارس و سایت‌های تابه، عکس مونده، زیرش هم هنوز نوشته سعید کریمیان و مریم رجوی. به هر حال از این همه دروغ پراکنی میشه فقط این نتیجه رو گرفت که مجاهدین میز این نمایش انتخابات رو به هم زدند. حالا ولی فقیه هر سری که میخواد به سنگ بکوبه، ولی دیگه آب رفته به جوی بر نمیگرده. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.